و اما حدیث اخلاقی این هفته، باز حدیث نبوی است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اتحب ان یلین قلبک، اتحب ان یلین قلبک، دوست داری قلبت نرم بشه و از حالت قساوت و سنگ دلی بیرون بیایی؟ و تو در که حاجتک، حاجت روا هم بشی، هم قلبت رؤوف و مهربان بشه و هم حاجت روا بشی. ارحم الیتیم، به یتیم رحم کن. وامسح رأسه، دست به سر اون یتیم بکش. و اطعمه من طعامک، از همون غذایی که خودت میخوری با دست خودت به اون یتیم بده. یلین قلبک، یا یلن قلبک، جزای شرطی. و تدرک حاجتک، و تدرک حاجتک، هم قلبت نرم میشه و هم به حاجتت میرسی. قلب انسان دارای حالاتی است. یکی از حالات بسیار بد قلب انسان قساوت، سنگدلی، بیرحمی در مقابل هیچ مسئله عاطفی عکس العمل نشان نده، مثل همین چیزی که داعش و امثال داعش و وهابیا به طور کلی دارن، سنگدل. قرآن مجید هم درباره گروهی از بنی اسرائیل میگه: ثم قست قلوبهم فهی کالحجاره او اشد قسوه. میفرماید قلب اینا مانند سنگ شده، از سنگ سخت‌تر، در حالی که سنگ‌ها هم انعطافی از خود نشان میدهند. گاهی سنگ میشکافد، چشمه‌های آب از اون جاری میشه، گاهی هم نه، یه شکافای باریکی پیدا میکنن، یه آبی از اونها تراوش میکنه که اون آبی هم که تراوش میکنه اطراف خودش رو آباد میکنه. بعضی هم که از خوف خدا از کوه به زیر میفته، که این نشان میدهد جمادات هم در عالم خودشون درک و شعوری دارند. آیات زیادی در قرآن داریم، جمع بشه خودش یه فصلی میشه که نشان میدهد در غیر عالم انسانها، در میان حیوانات، در میان جمادات، در شعور خاص خودشون هست. به هر حال گاهی حالت قلب اون سنگ دلیست، گاهی نرمش. در مقابل مناظر مختلف ناراحت کننده عکس العمل نشان میده. منظر یتیم رو میبینه، منظر یک آدم بیمار سخت رو میبینه، یه معلول رو میبینه، یه آدم بیمار، یه آدم ورشکسته، خلاصه اینها رو میبینه، انعطاف به خرج میده. هستن افرادی که این مناظر میبینن به گریه میفتند، یا نه تحریک میشن که کمک کنن، خدمت کنن. اون قلبی که محبوب خداست اینه، اون قلب اول مایه کشت و کشتار و خونریزی و ویرانی و بدبختیه. اون قلب حیوانات درنده است، قلب انسان نیست. قلب انسان
این نوع دومی است که عرض کردم که دارای انعطاف در مقابل مساعد عاطفی است. برای اینکه قلب انسان نرم و لطیف بشه و خداپسندانه باشه، دستوراتی است. یه دستورش در این روایت و آن این است که نسبت به یتیم ترحم کن. یتیم هم غذای جسم میخواد هم غذای روح. غذای جسمش این است اطعمه من طعامک، از طعام خودت به او بخوران. غذای روحش این است دست بر سرش بکش، نوازش کن، محبت نشان بده، جانشین اون محبت پدرش باشو. زن از جانشین محبت مادرش بشه. غذای روح و جسمو به این یتیم بده. اینجا دقت کن، یه نکته قابل توجهی هست و آن این است این که به یتیم خدمت میکنی، خدمت دو جانبه است، هم به او خدمت است هم به خودت خدمتی. خدمت به او میکنی، او رو نوازش میدهی، غذای جسم و جان به او میدهی. خدمت به خودت میکنی، قلبت قلب لطیف و نرم و ملایمی میشه. همه کارهای خیر اینه، خدمت به دیگر میکنی، خدمت به خودت میکنی. شما کمک میکنی به نیازمند، قبل از آن که نیازمند نتیجه بگیره تو نتیجه میگیری. اون مسئله روحیه سخاوت که از فضائل انسانیست در تو پرورش پیدا میکنی، در تو پرورش پیدا میکنی. ما در باره آیه شریفه مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبه انبتت سبع سنابل، در اونجا گفته ایم که این کسانی که اموالشون رو فی سبیل الله میدن، علاوه این که پرورش میدن اونها رو، خودشون رو پرورش میدن. چرا؟ چون میگه مثل الذین، اونا که مثل حبه هستن، انفاق کنندگان. دقت کنید در آیه، مثل الذین ينفقون اموالهم که مثل حبه، نمیگه انفاقشون مثل حبه است، میگه الذین ينفقون، خود این آدم هایی که انفاق میکنن، خود این ها مثل حبه هستن، انبتت سبع سنابل، یعنی خودشون پرورش پیدا میکنن، روحیه پیدا میکنن. علاوه بر این که انفاقشون هم آثار خاص و ویژه خودشو داره. بنابراین کسی که رحم به یتیم میکند، هم صفات انسانی خودش رو پرورش داده و هم به یتیم کمک کرده. علاوه بر این پیغمبر اکرم میفرماید حاجتت هم روا میشه. معلوم میشه یکی از اسباب قضاء حوائج کمک به ایتامند، به نیازمندان. میدانید که از جنگ تحمیلی یتیمان زیادی باقی مونده. مردم باید مراقب این یتیمان باشن، محبت کنن، غذای روح بدن، غذای جسم بدن، حالی کنن که حاجاتشون هم روا بشه، قلبشون هم نرم و ملایم بشه. تکرار کار خیر روحیه انسان رو پرورش میدهد، صفات اخلاقی رو در انسان راسخ میکنه. به هر حال عبارتی است کوتاه اما بسیار پرمعنا. اتحب ان یلین قلبک و
و تدرک حاجتک ارحم الیتیم و امسع رأسه و اطعمه من طعامک یلن قلبک. یلینو نیست چون جزای شرطه. و تدرک حاجتک. امیدوارم انشاءالله خداوند به همه توفیق بدهد بتوانند به این دستورات انسان ساز رسول خدا و ائمه خدا عمل کنند.